فقط خبرها. همزمان با مرگ 194 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران، وزارت بهداشت گفته کنکور سراسری در زمان مقرر برگزار می شود. واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران به زمزمه استیضاح حسن روحانی. آیت الله خامنه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس گفته که دولت باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهد. انتشار کلیات برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین در شبکه‌های اجتماعی. دولت روحانی میگوید سند همکاری دو کشور تا پایان سال نهایی می‌شود. و ماسک زدن دونالد ترامپ برای اولین بار در یک بازدید عمومی. سلام بر شما، عصر بخیر. به این بخش خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. در ایران وزارت علوم گفته آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها در همه مقاطع امسال برگزار می‌شود. این در حالی است که با اوج‌گیری دوباره شیوع کرونا در بعضی از استان‌ها، کارشناسان توصیه کردند که برخی از محدودیت‌ها از سر گرفته شود و تجمعات ممنوع شود. به گفته وزارت بهداشت، وضعیت 4 استان در حال حاضر قرمز است و 9 استان دیگر هم در وضعیت هشدار قرار دارند. این بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 2000 مبتلای جدید شناسایی شده و 194 نفر هم جان باختند. بارون عباسی گزارش می‌دهد. بستری در بیمارستان، مبتلایان به کرونا هم پیر و هم جوان. در پی بازگشایی کسب و کارها و کاهش گسترده محدودیت‌ها، شیوع ویروس در بعضی استان‌ها به اوج رسیده. استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران. و اما استان‌هایی که در وضعیت هشدار هستند، تهران، فارس، کرمان، کوهکیلویه و بویراحمد، البرز، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی. پزشکان و مقام‌های درمانی هم از بدتر شدن شرایط می‌گویند. توی مقطعی تعداد بیمارا تا نزدیک به 30-40 بیمار هم خدا رو شکر رسید و کاهش پیدا کرد، اما الان داره عدد آمار بیماران بستریمون رو به افزایش می‌ذاره و دیگه نزدیک به 200 بیمار بستری در بیمارستان داریم. در آذربایجان شرقی اگر ما نسبت به خرداد ماه در نظر بگیریم، تعداد بستری افزایش پیدا کرده. ما الان به صورت تجمعی در مجموعه بیمارستان‌های استان 812 نفر بستری رو داریم. افرادی که الان در بیمارستان‌های ما بستری می‌شوند، نسبت بدحالیشون نسبت به زمان حالا 2 ماه قبل 1 ماه قبل افزایش پیدا کرده. از حدود 10 روز پیش متأسفانه روند افزایشی رو داریم و چند شهر ما قرمز شدن. به گفته وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 2000 مبتلای دیگر شناسایی شده و 194 نفر هم جان باختند. در کل شمار رسمی مبتلایان از 257000 نفر فراتر رفته و شمار کل جان باختگان هم به حدود 13000 نفر رسیده. هرچند که انتظار می رود شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد. الان نه زمان جشنواره است، نه زمان سمینار. حسن روحانی دیروز از لزوم ممنوع شدن اجتماعات گفته بود. حتی نسبت به کنکور هم دوستان اگر وزارت بهداشت ما اشکالی داشته باشه، خب یه چارچوبی براش تدوین میکنیم که مشکلی نباشه. به هر حال اجتماعات باید محدود بشه. با این حال دولت میگوید کنکور سال 99 در همه مقطعها امسال برگزار میشود. وزیر علوم گفته شرایط برگزاری آزمون به صورت آنچه بهداشتی خوانده وجود دارد. تلاش در تبلیغات دولتی تشویق مردم به پوشیدن ماسک است که چند روزی است در مکان‌های سرپوشیده الزامی شده. اقدامی که به گفته ی معاون وزیر بهداشت تاثیرگذار بوده. بختانه خبر خوبمون اینه که ما در 10 روز گذشته رعایت استفاده از ماسک از حدود 10% در تهران به 50% و در مراکز و استانها از حدود 20% در اکثر مراکز و استانها به 50 و بالای 75% رسیده، ولی این کافی نیست. وضعیت تعویض شده که
اما معلوم نیست پوشیدن ماسک به تنهایی چقدر میتواند در جلوگیری از شیوع ویروس موثر باشد، در حالی که با پایان محدودیت‌ها و لزوم از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فاصله فیزیکی در بسیاری از مکان‌ها غیر ممکن به نظر می‌رسد. از سوی دیگر بعضی کارشناسان اوجگیری بیماری را با جدی نگرفتن آن از سوی مردم مرتبط می‌دانند. مراسم های عروسی، جشن تولد، چون اینا واقعا ارتباط مستقیم دیدیم در شهرها و استانهایی که آلودگی بالا بوده با میزان تعداد عروسی‌ها، مراسم سوگواری‌ها، جشن تولد و مهمونی‌های خانوادگی. اما اینجا اشاره‌ای به نقش دولت نمی‌شود. اینکه چرا چنین مراسمی اجازه برگزاری پیدا کردند در کشوری که سال‌هاست آزادی‌های اجتماعی به شدت کنترل می‌شود. عمل به توصیه بسیاری از کارشناسان برای بازگشتن به روزهای تعطیلی برای کنترل بیماری اما گزینه‌ای است که از نگاه دولت غیر ممکن به نظر می‌رسد. باران عباسی، بی بی سی. مهدی محمدی، ببخشید، پیشتر از دکتر بابک قرایی مقدم در تهران پرسیدم با توجه به جمع شدن صدها هزار نفر در محل‌های برگزاری کنکور، این موضوع چقدر می‌تواند باعث گسترش بیشتر کرونا شود؟ رئیس جمهور دیروز به عهده، یعنی این تصمیم گیری رو به عهده وزارت بهداشت گذاشت. امروز دیدیم که معاون وزیر موافقت ضمنی کردن با این قضیه. به نظر من حتما باید، اگر این کار انجام میشه، حتما باید استفاده از ماسک برای تمام داوطلبان الزامی باشه. باید حوزه های امتحانی حتما چندین برابر بشه و حتما کار نظارتی بسیار سخت‌تر خواهد بود. مسئله در خود اون سالن یک قضیه است و بعد تجمع داوطلبان قبل از امتحان و بعد از امتحان یک مسئله مهم دیگه. گفتگوی بود با دکتر بابک قرایی مقدم. مهدی محمدی، برادر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، میگوید خواهرش در زندان زنجان در ایران به کرونا مبتلا شده و نگران وضعیت اوست. آقای محمدی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته که مسئولان زندان هنوز به درخواست مرخصی آنها پاسخ ندادند. حالا نرگس الان که زندان زنجانه، بعد کرونا مبتلا شدنش هم از 9/4 بوده. از ماه چهار اینا چند تا زندانی با نرگس بوده که علائم کرونا رو مشاهده میکنن، حس میکنن سرفه خفیف شروع میشه، تب و بالاخره سال استفراغ و اینجور چیزا وضعیت و گوارششون به هم میریزه. 7-8 روز این قضیه بود، اصلا به ما اطلاع نداده بودن، نه مامورا نه خود نرگس به ما اطلاع داده بود، تا اینکه بعد 8 روز من متوجه شدم و تو زنجان خانواده رو فرستادم جای آقای دادستان. رفته بودن که چه در دینا تست کرونا نگرفتین یا آزمایشی انجام نشده، نیم ساعت بعدش میرن آزمایش میگیرن. به خاطر کرونا زندانیا رو فرستاده مرخصی. دو تن از زندانیا که کرونا گرفته بودن با پابند هم بیرون بودن، کرونا گرفته بودن، اینا رو باز مجددا میخوام واسه زندان. اینا میگن که ما نامه پزشکی داریم کرونا گرفتیم، ولی الا میگن نه شما دو نفر باید برگردیم زندان. تست گرفتن از نرگس که 100% به کرونا مبتلا شده. اون تایمات دیروز آقای معاون زندان رفته زندان بند نسوان. به نرگس هستی سوال کرده که چرا شفاف صحبت نمی کنین که آیا ما کرونا گرفتیم یا نه، جواب آزمایش های ما چرا اعلام نمی کنین. ایشون برمیگرده طلبکارم میشه که چرا سرصدا میکنین. سوالی او 6 نفر خانوم‌ها بوده، 6 نفر از خانوم‌ها که علائمشون منفی بوده، به اونا میگه وسایل شخصیتون رو جمع کنین بیا این بیرون. الان نرگس رو با 11 نفر دیگه ما قرنطینه کردن تو بند نسوان زنجان. اونتا قرنطینه که نه گرسی نه داروی نه آمپولی. الان کرونایی ها رو توی ایران گرسای هیدروکلوروتیلین سولفات که مال درمان مالاریا بودش میدادن به کرونایی ها اونجا، ولی نه گرسی نه از میکنم استامینوفینی نه تبوری نه اسقندر هیچی. یعنی همینجوری در رو بستنی 12 نفر رو قرنطینه کردن که هر کی بدنش جواب بده سالم میاد بیرون، اگر هم نداد که بدون داروه 100% میخواد جنازش بیاد بیرون. و منظور الان نظام و قوه قضاییه و اینا هم از بین بردن نرگسه، غیر از این هیچ چیز دیگه ای نیستش. مرگ خاموشی واسه نرگس درست کردن، با او وضعیت دارن از بین میبرنش. و واسه مرخصی اینا هم هرچی ما واسه زنجان نه الان قبلا هم گفتیم، گفتن که ما نیابتی نداریم از تهران. نرگس رو به عنوان امانت فرستادن زنجان، امانت هم که میگم نه مرخصی هیچ چیزی خورد و خوراکش الان 7-8 ماه نرگس زنجانه، چون هم علای متعددی پارسال داشته، خودش آمبولی ریه داره، اصلا
کرونا الان این سم واسش یه ذره خون لخته بزنه آمبولی دیگه جب رو برود بکنه 100% نرگس رفته توی چند روزم اگر نگه داشته شده خدا نگه داشته وکیلشون تهران رفتن بگیر قضیه شدن گفتن که جواب میدیم ولی جواب دادنشون الان کی میخوان جواب بدن در اون رابطه میگم چیزی فعلا دست گرون نشده. مهدی محمدی بود، برادر نرگس محمدی در ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران از مقامات ارشد کشور خواسته که از تشنج و مجادله به گفته او دوری کنند و خطاب به نمایندگان مجلس 11 هم گفته که به وزرای دولت توهین نکنند. آیت الله خامنه ای امروز به صورت ویدیو کنفرانس برای نمایندگان مجلس سخنرانی کرد و تلویحا با طرح آنها برای استیضاح حسن روحانی مخالفت کرد. او گفته که از نظر او دولت باید تا پایان مهلت قانونی به کارش ادامه داد. اجازه بدید که با فرنوش امیرشاهی صحبت بکنیم، همکار ما که با ماست از طریق اینترنت. به نظر میرسه که فرنوش، کار مجلس تازه شروع نشده با چیزی شبیه یک حکم حکومتی از جانب آیت الله خامنه ای ما روبرو هستیم. علی آیت الله خامنه ای البته نه تنها در این مجلس که در مجالس گذشته هم همین رویه رو داشته و این اولین بار نیست که تاکید میکنه که نظرش بر اینه که دولت ها تا پایان مهلت قانونیشون ادامه بدن به فعالیتشون. امروز آیت الله خامنه ای به نوعی بجز این که مخالفت کرده با طرحهایی مثل استیضاح یا طرح سوال از آقای روحانی، در این حال مجلس رو هم شماتت کرده به واسطه اینکه گفته اگر وزرا به مجلس اومدن نباید به اونها تهمت بزنی، توهین کنی، حتی فراتر از این رفته و گفته که بعضی از نسبت‌هایی که به وزرا دادین حرام شرعیه. اشاره‌ای به حضور هفته گذشته آقای ظریف در صحنه علنی مجلس و اتفاقاتی که افتاد و قبل‌تر از اون حضور وزیر ارتباطات و وزیر نفت در مجلس که البته حاشیه‌های کمتری داشت. به نوعی آیت الله خامنه ای یک در واقع حمایت دو پهلویی از مجلس کرده، یعنی در این حال که به اونها توصیه کرده که جو زده نباشن، احساسی برخورد نکنن و توهین نکنن، اما از اون طرف هم ازشون حمایت کرده و گفته که این مجلس قوی ترین و انقلابی ترین مجلس بعد از انقلابه. بذار همین رو نگاه بکنیم فرنوش، همونطور که گفتی برهای آیت الله خامنه‌ای حمایت کرده از این مجلس تازه که برحال به نظر میرسه مجلسی است مملو از حامیان او که به وضوح هم بارها ازش صحبت کردن. چی گفته آقای خامنه‌ای در حمایت از این مجلس؟ نکته‌ای که آقای خامنه‌ای مطرح کرده که مجلس قوی ترین و انقلابی ترین مجلس بعد از انقلابه، باید توجه داشته باشیم که کمتر از یک ماه و نیم از عمر این مجلس گذشته و هنوز طرح و مصوبه از این مجلس بیرون نیامده که بشه عمل کرد اون رو ارزیابی کرد. در این حال آیت الله خامنه ای از میزان مشارکت مردم در انتخابات ابراز تمایل کرده، گفته مقبوله. میدونیم که وزارت کشور میزان مشارکت رو 42.5% اعلام کرد که کمترین میزان مشارکت بعد از انقلاب بوده و در مجلسی شکل گرفته که ترکیب عمده اون اصولگرایانی است که خط فکری اونها به آیت الله خامنه ای نزدیکتر هست و مجلسی است که برآمده از در واقع نظارت استصوابی شورای نگهبانه و ترکیبش از جریان‌های اصولگرایی هستن که میشه گفت به نوعی نو اصولگرایانن، به تیپ‌های تندروتر جریان اصولگرایی نزدیکترن، سابقه عضویت در سپاه و بسیج دارن، اما بخش عمده‌ای از اونها سابقه به نمایندگی مجلس نداشتن پیش از این و به نوعی آیت الله خامنه ای در این حال که اونها رو به این دلیل حمایت کرده، اما در این حال ابراز نگرانی هم کرده از اینکه احساسی برخورد نکنن، موضوعی که بعضی دیگه از فعالای اصولگرا هم این مدت هشدار دادن که این مجلس تا الان حاشیه‌هاش بیشتر بوده و خیلی در واقع هیجانی برخورد کرده. سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی خبرنگار ما. بعد از چند هفته حدس و گمان و جنجال بر سر آنچه که گفته می شود تلاش ایران برای رسیدن به توافق همکاری های دراز مدت با چین است، حالا سندی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که به نظر می رسد کلیات این توافق باشد، چیزی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده و به تصویب هیئت دولت رسانده و برای نظرخواهی در اختیار دولت چین قرار داده.
کسرانجی در گزارشش میگوید که به نظر میرسد این سند 18 صفحه‌ای خواسته های بلند پروازانه طرف ایرانی است که میتواند پای چین را برای حضور در تقریبا تمام زمینه های فعالیت باز کند. سندی که در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت دست به دست می‌شود، سندی است از خواسته‌های ایران از چین برای مشارکت در تقریبا همه فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی کشور. در شرایطی که به علت تحریم‌های آمریکا هیچ کشور دیگری حاضر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران نیست. سندی که دست به دست می‌شود تألیف وزارت خارجه ایران است، تحت عنوان ویرایش نهایی برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران و چین، سندی که تاریخ آن خرداد ماه است. ظاهراً همان سندی که به تصویب هیئت وزیران رسید تقریباً 3 هفته پیش، سندی که برای نظرخواهی طرف مقابل به چین ارائه شده. در مقدمه آمده دو تمدن کهن آسیایی، دو شریک نزدیک با دیدگاه‌ها و منافع مشترک بسیار، یکدیگر را شریک راهبردی خود تلقی می‌کنند و می‌گوید هدف اجرایی شدن بیانیه مشترک دو کشور است که ژانویه 2016 میلادی 3.5 سال پیش منتشر شد در زمان سفر شی جی پینگ رئیس جمهوری چین به ایران. کلیات این برنامه در این سند 5 صفحه است، در واقع نوعی یادداشت تفاهم یا نقشه راه. علاقه ایران به گسترش همکاری ها در همه زمینه ها، از همکاری های اقتصادی و تجاری گرفته تا همکاری های علمی و فناوری، همکاری در سازمان های جهانی، همکاری های امنیتی، حتی نظامی، بدون جزئیات. سند شامل 3 زمینه است. در صدر زمینه 1 گفته شده که طرف چینی وارد کننده یه ثابت نفت خام ایران خواهد بود و ایران به نگرانی های چین در مورد بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت توجه خواهد داشت. به عبارت دیگر، نفت با قیمتی مناسب به چین فروخته خواهد شد. در پایان زمینه 3 جزئیات بیشتری آمده که نشان می‌دهد مقام های ایران می‌خواهند چین وسیعاً در ایران وارد و فعال شود، از ترانزیت و حمل و نقل کالا از طریق ایجاد کریدورهای حمل و نقل گرفته تا توسعه بنادر، توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه نفت و گاز، ایجاد مراکز صنعتی، مشارکت در مدیریت و توسعه مناطق آزاد تجاری، ساخت و توسعه بندرها، سرمایه گذاری در متروهای شهری و بخش کشاورزی با برقراری مشوقهای مناسب به قول این سند برای سرمایه گذاری چین در ایران. ما در یک مقطعی رفتیم جلو، یه عده زیادی مانع شدن. این یکی از معماران این سند. طراحی کرده بودیم، بسیاری از سازوکارا رفته بودیم، سایناشور اصلا منابع گسترده ای رو قرار بود در حد 200 میلیارد دلار تفاهم شده بود که کار انجام بشه، جلو کار بستن. غربی ها و به ویژه انگلیسی ها در داخل ایران خیلی فعالن که این میدان باز نشه. بنابراین من فکر میکنم که دیگه الان تقریبا همه متوجه شدن که این کار اشتباه بوده. الان همه رسیدن به این که ما باید با شرق کار جدی بکنیم و روس و چین در این زمینه محورهای کلیدی هستن. این ملاقات رهبران دو کشور در تهران 3.5 سال پیش. معلوم نیست که چین تا چه حد در شرایط فعلی حاضر به سرمایه گذاری وسیع در ایران باشد، کشوری که چشم انداز روابط سیاسیش با جهان خارج نامطمئن است. برای ایران اما روشن است که تحریم‌ها ایران را به طرف قدرتی سوق داده که ایران امیدوار است در این شرایط به کمکش بیاید. کسرانجی، بی بی سی. به نیمه راه رسیدیم. نگاهی به سرخط خبرها از بی بی سی در لندن. همزمان با مرگ 194 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران، وزارت بهداشت میگوید کنکور سراسری در زمان مقرر برگزار می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی خود برای نمایندگان مجلس جدید گفته که دولت باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهد. این در حالی است که در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر استیضاح حسن روحانی در مجلس 11 مطرح شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از یک بیمارستان نظامی در مریلند برای اولین بار با ماسک در برنامه عمومی حاضر شده. این در حالی است که آمریکا رکوردی تازه از مبتلایان به ویروس کرونا ثبت کرده، 66 هزار نفر در یک شبانه روز. آقای ترامپ پیش از این از قرار گرفتن در برابر دوربین ها با ماسک خودداری کرده بود. جان مکمنس و این گزارش. تغییر موضعی غیر منتظره.
دونالد ترامپ برای اولین بار با ماسک در انظار عمومی حاضر شده. او پیشتر گفته بود که اگر ماسک بزند شبیه یک رنجر تنها می شود و تا حالا از زدن ماسک خودداری کرده بود. فکر می کنم زمانی که دارم با رؤسای جمهوری، نخست وزیرها، دیکتاتورها، پادشاهها و ملکه ها ملاقات می کنم برام مناسب نباشه. ترامپ در حالی نظرش را تغییر داده که کرونا آمریکا را فرا گرفت. تا حالا 135,000 نفر در اثر ابتلا به این ویروس مردند. بیش از 3 میلیون نفر مبتلا شدند و آمریکا بدترین وضعیت را در جهان دارد. تعداد مبتلایان همچنان زیاد می شود. فلوریدا از ایالت هایی است که در کنترل ویروس با مشکل روبرو شده. بعد از تلاشش برای بازگشایی میکده ها در ماه می، حالا دوباره گفته که آنها باید تا آخر ژوئن بسته بمانند. در آریزونا استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی بیشتر شده. کلوب ها و میخانه هایش هم دوباره تعطیل شدند. در چندین بیمارستان تگزاس بخش های مربوط به کرونا کاملا پر هستند. اما در اورلاندو پارک دیزنی دیروز بازگشایی شد. بر سر ماسک زدن بحث و جدل وجود دارد. بسیاری از طرفداران ترامپ آن را یک انتخاب شخصی می دانند و نه چیزی که از طرف ایالت ها تحمیل شود. فکر می کنم ماسک زدن خوبه. من هرگز مخالفش نبودم، اما زمان و مکانش مهمه. رهبران دیگر با ماسک زدن الگو شدند. بعضی تمایل کمتری دارند. حالا نگاه ها به ترامپ دوخته شده تا ببینند که آیا این تصمیمش ادامه دار است یا نه. جان مکمنس، BBC نیوز. تعدادی از مسافران و رانندگانی که در شاهراهای شمال افغانستان تردد می کنند از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این مسیرها طی هفته های اخیر خبر می دهند. آنها می گویند که به علت شدت گرفتن جنگ و ناامنی این مسیرها ساعتها به روی خودروهای کوچک و ماشین های باربری مسدود شدند. این شاهراها تا چند سال پیش از مسیرهای امن در افغانستان به شمار می آمدند. اجازه بدید که با جاوید صحبت کنیم، تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی که از کابل ماست. آقای جاوید، میدونیم که شاهراها در شمال افغانستان مسیرهای تجاری هستند اولا، و دوما کابل پایتخت رو به ولایات شمال و شمال شرق افغانستان وصل میکنن. چرا طالبان رفتن سراغ این مسیرها؟ خب من برای شما تشکر. اول من میتونم سه دلیل برای شما بگم. یک دلیل منطقه‌ای است، دو دلیل داخلی و سه دلیل فرامنطقی. از منظر دلیل داخلی اگر شما نگاه بکنید که چرا طالبان به طرف شمال افغانستان زیاد متمرکز کرده، در وقتی که ما در بحبوحه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و حکومت افغانستان هستیم، این سوال بسیار مهم است. دلیل اولی که من میتونم از لحاظ داخلی بر شما بگم است که طالبان به نحوه تلاش دارن این کوساهای نفوذی که قبلا هم در اونجا حضور داشتن، حداقل پس از سال 2016 و 2017 که نفوذشون به طرف شمال بیشتر میکنه، نامیها بیشتر میشه. یکی از عوامل اصلی از اونها را که من عامل داخلی بگم مو بحثی است که اینا تلاش میکنن که تا بدلیل از اینکه ما با ازبکستان مرز مشترک به طرف شمال داریم، با تاجیکستان داریم، با ولایت قندوز و ولایت بلخ، اینا تلاش میکنن که تا اون طرف نفوذشان را بیشتر بکنن، آرامی را بیشتر بکنن، چون میخوان یکی از منابع آیدان جنگ طالبا از طرف میفهمن قاچاق مواد مخدر و دیگر مواد است. بنابراین تلاش میکنم که تا جنگ را به اون طرف بره. و عامل دومی در که از لحاظ منطقی اگر من کوتاه و مختصر برش اشاره بکنم این است که به نحو طالبا تلاش میکنن گروپ های ناراضی که در آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان اینا فعالیت میکنن، گروه هایی که اسلامگرا گفتن میشن، اونجا فضای مناسب را برای فعالیت های بیشتر میدارن. بنابراین تلاش میکنن تا بیان به این طرف افغانستان زیر چتر امنیتی طالبا تا اونا فعالیت هاشان را بیشتر من نکته آخری اگر مختصرم من فرامنطقی رو بگم، بسیار فرسری اگر بگید ممنون میشم. ایرم باید متوجه باشیم که به نحوه رقیبان روسیه هم تلاش میکنن که تا این ناامنی و چپ امنیتی روسیه که آسیای میانه باشد تا اونجا ببره. بنابراین این عوامل است که طالبان تلاش میکنن که تا ناامنی ها را به بزرگراها و شهرهای بزرگتر ما رو تحریک قرار بدن. این یکی از چیزهاییست که جاوید تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی از کابل، بسیار سپاسگزارم.
بیننده بخش خبری ساعت 6 عصر بی بی سی فارسی هستید. چند خبر دیگر، امداد رسانان میگویند قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل که فقط یک گذرگاه مرزی از ترکیه را برای تحویل کمک به منطقه اضرب در سوریه باز می‌گذارد، تلفات جانی خواهد داشت. پیشتر چین و روسیه تلاش برای بازگذاشتن دو گذرگاه را وتو کرده بودند. بیانیه مشترک سازمان‌های امداد رسانی میگوید به این ترتیب یک راه حیاتی برای 1,300,000 نفر که نیازمند غذا و داروی سازمان ملل متحد هستند بسته شده. هزاران تن از شهروندان اسرائیل در اعتراض به وضع اقتصادی و عملکرد دولت در کنترل بحران کرونا در تل آویو تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان از جمله صاحبان کسب و کارهای کوچک بودند و میگویند پرداخت خسارت توسط دولت کند بوده. اسرائیل در دوران شیوع ویروس کرونا حدود 2.5 ماه تعطیل بود. در پی همه‌گیری کرونا نرخ بیکاری در این کشور به 21% رسید و 354 نفر تاکنون جانشان را از دست دادند. در بوسنی مراسم مختلفی برای گرامی داشت 25 سالگرد کشتار سربرنیتا برگزار شد، واقعی که در آن حدود 8000 مرد و پسر بچه مسلمان توسط نیروهای سرب در بوسنی کشته شدند. بعد از این همه سال هنوز هم اجساد بیشتری از کشته شدگان این حادثه پیدا می شود. پیشتر بقایای 9 نفر دیگر از آنها در قبرستانی در این شهر به خاک سپرده شد. آرن لیتل گزارش می‌دهد. این فقط یک روز یاد بود نیست، مراسم خاکسپاری هم هست. خاکسپاری اجسادی که بعد از 25 سال همچنان در مکانهای کشتار کشف می‌شوند. امروز پدرم رو دفن می‌کنم. بین این قربانی‌ها محسن‌ترینشونه. 25 سال طول کشید تا جنازه‌ش رو پیدا کنیم. بالاخره به آرامش رسید. بسیاری از سربهای بوسنی قبول نمی کنند که اصلا کشتار دست جمعی در سربرنیتسا اتفاق افتاده. بنابراین یادآوری و ثبت شواهد در مقابل تحریف و انکار وظیفه‌ای بزرگ است. مردم بوسنی قبول ندارند که در موردشان نسل کشی صورت نگرفته. برای همین است که منیره سوباشیچ، همسر یکی از قربانیان سربرنیتسا، 25 سال است که به دنبال عدالت است. اولین پیام من برای کسانی است که جنایت و نسل کشی کردند. ما شما را محاکمه می کنیم و هرگز هدفمون را رها نمی کنیم. همیشه کسی هست که شما را تعقیب کنه. این حق و وظیفه ماست. سربهای بوسنی بعد از 3 سال محاصره و بمباران در ژوئیه 1995 سربرنیتسا را اشغال کردند. مردها و پسرها را از خانواده‌هایشان جدا کردند و بعد کشتار آغاز شد. کشتاری برنامه ریزی شده، دستور داده شده و سیستماتیک. گروه کوچکی از نیروهای حافظ صلح هلندی نه تنها نتوانستند جلوی این کار را بگیرند، بلکه هزاران نفر از مسلمانان وحشت زده را که در پایگاهشان تجمع کرده بودند تحویل سربها دادند. نمادهای خشونت‌آمیز ملی‌گرایان سرب بسیار فراتر از اینجاست و آنها را در بیانیه‌های آنلاین طرفداران برتری سفیدپوستان از نروژ تا نیوزیلند می‌توان دید. این ضرورت یادآوری آنچه را که اینجا اتفاق افتاده دو چندان می‌کند. آلن لیتل، بی بی سی نیوز. سپاسگزارم از همراهی شما.